توی دنیای فوتبال ستاره‌ای هستن که دوران کودکی خوبی رو سپری نکردن. در فقر و گرسنگی، در رنج و تحقیر و همه و همه اینا دست به دست هم داد تا یک روز اسطوره فوتبال بشن. من میخوام بازیکنایی به شما معرفی کنم که در کودکی و حتی بزرگسالیشون فقر مطلق رو تجربه کردن، از صفر به دوران پادشاهی خودشون رسیدن. اگر دوست داری بدونی لیونل مسی، رونالدو و بازیکنای دیگه چی شد که به اینجا رسیدن و چه فقر طاقت فرسایی تجربه کردن، ویدیو رو تا انتها تماشا کن. ریوالدو خانواده‌اش در کودکی بسیار فقیر بودن، حتی اونقدر فقیر بودن که غذای کافی واسه خوردنشون نداشتن. جالبه بدونید ریوالدو در دوران کودکیش دچار سوء تغذیه هم شده بود و حتی چندین دندون خودش هم از دست داد و پاهاش هم هنگام راه رفتن لنگ می‌زد و دچار یک بیماری پوستی هم شده بود. رونالدو نازاریو یا رونالدو برزیلی خودمون. رونالدو نازاریو که چندین سال پیش به خاطر چاقی مفرط و ضعف جسمانی مجبور به کنارگیری از دنیای فوتبال شد، الان هم ثروتی نجومی و خیره کننده داره. اما رونالدو نازاریو در خانواده‌ای به دنیا اومد که پول کافی حتی برای غذا خوردن هم نداشتن. مثلا رونالدو نازاریو وقتی تازه فوتبال خودش رو شروع کرده بود با پای برهنه به تمریناتش میرفت که کیلومترها از خونه‌شون دور بود، چون حتی پول خرید بلیت اتوبوس هم نداشت. آنخل دیماریو. خانواده دیماریو بسیار فقیر بودن و دیماریو بسیار شیطان و بازیگوش بود. اون حتی مجبور شد به همراه والدینش در یک معدن زغالسنگ محلی کار کنه. دیماریو حتی اونقدر فقیر بود که پول نداشت برای خودش کفش فوتبال بخره، اما در نهایت اون تونست به تیم بنفیکا بپیونده و هزینه خانواده‌اش رو تأمین کنه. و یه جورایی تونست فرشته نجات خانواده‌اش تو اون شرایط سخت باشه. رونالدینیو، بازیکن همیشه خندون برزیلی، تو زندگی شخصی شرایط خوبی رو نداشته. اون طوری که تو زمین فوتبال دریبل میزنه نتونست در کودکی از پس مشکلات زندگیش بر بیاد. این ستاره خندون برزیلی یکی از تکنیک‌ترین بازیکن‌های فوتباله که در حومه پورتالگره به دنیا آمد. بعد از حمله غربی پدرش رو درگذشت و زندگی اون و خانواده‌اش دچار تغییر و تحول شد و خانواده‌اش تا مرز نابودی پیش رفتن. ولی این تکنیک رونالدینیو بود که باعث شد خانواده‌اش از نابودی کامل نجات پیدا کنند. اون در یک باشگاه حرفه‌ای تونست قرارداد امضا کنه و خانواده‌اش را از بحران نجات بده و در نهایت به بازیکن برزیلی بزرگی تبدیل شد که همه وقتی اسمش به میون میاد یاد حرکات تکنیکی قشنگش میفته. لوئیس سوارز. لوئیس سوارز وقتی خیلی کودک بود خانواده‌اش رو ترک کرد تا با فرسه زدن در کوچه خیابونا بتونه بدهی‌های خانواده و پدر از دست رفته‌اش رو بده. سوارز معمولا با توپ تو خیابونا پرسه می‌زد و در نهایت تونست تکنیک فوتبالی خودش رو با تلاشش بالا ببره و به بازیکن بزرگی تبدیل شه. زلاتان ابراهیموویچ. پدر زلاتان وقتی که زلاتان فقط 2 سال سن داشت اون رو مادرش رو ترک کرد. اون مدت ها پیش اعتراف کرده که به دلیل فقر در کودکی گاهی دزدی میکرده چون چاره دیگه ای نداشته. زلاتان تو فوتبال استعداد بسیار زیادی داشت. زلاتان فوتبال حرفه‌ای خودش رو در تیم مالمو شروع کرد و بعد از اون هم راهی تیمای بزرگی مثل یوونتوس و اینتر میلان و بارسلونا شد. زلاتان تونست توی آژاکس ستاره بودن خودش رو به همه دنیا ثابت کنه. لیونل مسی. این فوق ستاره آرژانتینی این روزها دنیای فوتبال رو به شدت تحت تاثیر قرار داده. از 8 توپ طلایی که دریافت کرد که من یه ویدیو ساختم درباره خلاصه مراسمون که چی شد که لیونل مسی 8 توپ طلای خودش رو دریافت کرد و بازیکنای دیگه که رقیب لیونل مسی بودن چه جایزه‌ای دریافت کردن. اگه دوست داشتین لینکش این بالا میاد، میتونید کلیک کنید و ببینید. لیونل مسی به همراه تیم ملی آرژانتین تونست در جام جهانی 2022 قهرمان جام جهانی بشه. یه ویدیو ساختم توی پلی لیست گام‌های تاریخ که درباره زندگی نامه کامل لیونل مسی، از مشکلات هورمونیش، از پیوستنش به لاماسیا و بارسلونا، از استعداد خارق‌العاده‌اش، اینکه چی شد به بارسلونا پیوست و چی شد که دیگه نخواست یا نتونست بیاد بارسلونا، لینکش این بالا میاد، میتونید کلیک کنید و ببینید. لیونل مسی این ستاره فوتبال آرژانتینی در کودکی در فقر شدید زندگی می‌کرد. اون در کودکی مشکل هورمونی داشت، اما خانواده این بازیکن پول کافی برای درمان اون نداشتن. حتی نیازهای خودشون هم بسیار سخت تأمین میکردن و اگر فوتبال آرژانتین از این فوق ستاره حمایت نمیکرد، الان مسی به مشکلات بسیار زیادی زندگی میکرد. البته بعد از کشف استعدادش توسط استعدادپروری لاماسیا آکادمی بارسلونا، باشگاه بارسلونا راضی شد تا هزینه درمان لیونل مسی رو بده که تقریبا به ماهی 1000 دلار میرسید.
و لیونل مسی از اون مشکلات سختی که میتونست الان باهاشون دست و پنجه نرم کنه نجات پیدا کرد. کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی که الان در النصر بازی میکنه در کودکی خیلی 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 فقیر بود و در اکثر مسابقاتش به این فقر اشاره میکنه. یه ویدیو ساختم تو پلیلیست گام های تاریخ که در مورد زندگی نامه کریستیانو رونالدو از داستان فوتبالیست شدنش، اینکه چطور شد دوستش اون رو نجات داد و تونست به این جایگاه برسه، از داستان اخراج شدنش از مدرسه. لینکش این بالا میاد، میتونید کلیک کنید و ببینید. کریستیانو به حدی فقیر بود که بعضی از شبا گرسنه میخوابید، اما در سن 12 سالگی در یکی از روزهایی که کریستیانو به شدت گشنه بود و همراه برخی از بازیکنان اسپورتینگ به رستوران مک‌دونالد رفت که در نزدیکی ورزشگاه بود و از اونها همبرگر مجانی درخواست کرد. توی مک‌دونالد نزدیکی باشگاه دختری بود که به رونالدو همبرگر رایگان میداد، اما رونالدو توی مصاحبهش میگه من همونجا به خودم قول دادم که توی اون شرایط بعد هم امیدم و از دست ندم و به یکی از بهترین بازیکنهای تاریخ تبدیل بشم. ما وقتی نام ستارهای فوتبال رو میشنویم، تصویر خونه‌های مجلل، ماشین‌های لوکس و گرون قیمت، هتل‌های خفن در ذهن ما نقش می‌بنده. ممکنه که در اکثر موارد اینجوری باشه، اما همیشه اینجوری نبوده، به خصوص در دوران کودکی و پیش از ستاره شدن بازیکن‌های فوتبال. خیلی از ستاره فعلی فوتبال افرادی بودن که در دوران کودکیشون فقر، محرومیت، دردآوری و خیلی از مشکلات دیگر تجربه کردن. اما امروزه اکثرا توجه افراد به بازیکن‌های پول داره. خیلی از بازیکن‌های دیگه فوتبال هم بودن که در فقر مطلق و حتی بدتر از اینا زندگی کردن. من سعی کردم با توجه به شناخت عموم بازیکن‌های انتخاب کنم که شناخته شده تر بودن. شما هم اسم بازیکن رو کامنت کنید که بدترین حالت زندگی خودش رو تو دوران کودکیش تجربه کرده. خیلی ممنونم که تا اینجا تماشا کردین. اگر از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، لایک کامنت سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه، خیلی منو دلگرم میکنه به کارم. اگر هم دوست داشتین واسه دوستاتون بفرستین و یک کامنت هم بذارین. خیلی متشکرم. تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ.